سلام این روزهایی که بحثای موشکی و موشکای نقطه زن و اینها داغ شده و علاوه بر اونها توی بحثهای علمی هم بحث موشکای فضایی که پرتاب میشن و بعد برشون میگردونن دقیقا به اون نقطه‌ای که میخوان و اونجا فرود میارن این سوال خیلی مطرح میشه که این موشکا دقیقا چطوری هدایت میشن و چطوری اونها رو دقیقا به اون هدفی که از قبل تعیین شده میرسونن تو این ویدیو میخوام صرفا از نظر علمی بحث روش‌های مختلف هدایت موشک و سامانه‌های هدایت موشکی رو توضیح بدم چه برای برای موشک های جنگی چه برای موشک های و فضایی پس با من همراه باشید با اینکه تو این ویدیو تمرکزم روی سامانه های هدایت موشکیه ولی این به این معنی نیستش که از این سامانه‌ها روی وسایل نقلیه دیگه نمیشه استفاده کرد مثل پهبادها و ماشین خودران و کشتی و هواپیماها و حتی زیردریاییها. ولی بله خب بعضی از این وسایلی که گفتم یک سری تکنولوژی خاص خودشون رو دارن که اونها رو بعد جای دیگه در صحبت کرد و الان صرفاً میخوام در مورد سامانه های هدایت موشکی صحبت کنم سامانه های هدایت موشکی یه چیزیه که اولاً کمک میکنه که یک موشک بفهمه که دقیقاً در چه موقعیتی قرار داده یعنی کجاست و بعد با پیدا کردن اون هدفی که میخواد بهش برسه به سمت اون هدف حرکت کنه قبل از اینکه در توضیح بدم بذارین بگم که اصلا موشک چجوری میتونه تغییر جهت بده که حالا بخواد به یه سمت هدفی بره در مورد اینکه موشک به طور کلی چطوری کار میکنن قبلا توی این ویدیو به صورت اختصاصی و ویدیوهای زیادی دیگه صحبت کردم که موشک از قانون عمل و عکس استفاده میکنن برای حرکتشون یعنی به یک گازی که توی محفظه احتراقشون میسوزه نیروی وارد میکنن اون گاز از نازل موشک خارج میشه و عکس عمل اون نیرو به خود موشک وارد میشه و موشک حرکت میکنه یعنی برای حرکت موشک نیازی نیست که یه چیزی در اطراف موشک باشه مثل هوا یا مثلا سطح زمینی چیزی که بخواد به اون نیرو وارد کنه تا عکس عملش موشک رو حرکت بده اون چیزی روی که میخواد بهش نیرو وارد کنه رو با خودش هم میکنه که اون همون سوخت و اکسید کننده سوخته که از نازل موشک خارج میشه برای تغییر جهت دادن به موشک چند تا کار مختلف میشه کرد یکی اینکه بیایم اون زاویه خروجی گازی که داره از موتور خارج میشه رو تغییر بدیم در واقع وقتی یه بادکنک باد شده ای که دهنش بازه رو ول میکنیم و شروع میکنه به صورت رندوم به اطراف حرکت کردن دلیل این حرکت و تغییر جهتش دقیقا همینه که اون خروجی بادکنک به خاطر خاصیت انعطاف پذیر که داره هی تغییر جهت میده بنابراین جهت خروج هوا متفاوت میشه و باعث میشه که بادکنک در جهات مختلف و به صورت رندوم حرکت کنه اون هم با روش های مختلفی انجام میشه یکیش اینه که خود موتور رو حرکت بدیم و با حرکت دادن موتور اون زاویه گازهای خروجی تغییر میکنن یعنی در واقع نیروی که به اونها وارد میشه جهتش تغییر میکنه عکس العمل اون نیرو هم جهتش تغییر میکنه و باعث تغییر جهت حرکت موشک میشه یک راه دیگه برای تغییر جهت گازهای خروجی استفاده از صفحاتیه که توی نازل موشک کار گذاشته میشه و با تغییر جهت اونها میشه جهت گاز خروجی رو تغییر داد یه راه دیگه هم اینه که میان گاز داغ و دا بعضی وقتا گاز سرد رو به نازل موشک تزریق میکنن از زوایای مختلف و این تزریق گاز باعث میشه زاویه خروج اون گاز اصلی که داره از محفظه احتراق خارج میشه تغییر کنه که به تب باعث تغییر جهت نیروی وارد به موشک میشه این روش هدایت موشک همه جا جواب میده یعنی هم توی جو زمین هم خارج از جو زمین چون وابسته به محیط اطراف نیستش که بخواد نیروی وارد به موشک رو تغییر بده یه راه دیگه که اونم هم توی جو زمین و هم خارج جو زمین جواب میده استفاده از رانشگرها یا تراسترهای کوچیکیه که روی بدنه موشک کار گذاشته میشه مستقل از اون موتور اصلی یعنی یک انگار موتورهای کوچیکی هستن که حالا یا با گاز داغ و خیلی وقتا با گاز سرد کار میکنن با خروج دفعتی یک مقدار کمی گاز یه نیروی کوچیکی به اون نقطه از موشک وارد میشه که بسته به اینکه این, که این تراسه کجای موشک کار گذاشته بشه باعث تغییر جهت این موشک میشه این رانشگرها باید در نقاط مختلف موشک و دور تا دور اون کار گذاشته بشن تا مثلا اگه وقتی یکی از اینا روشن میشه و موشک شروع میکنه چرخش در یک جهت اگه ولش کنیم خب همینطور به چرخش خودش ادامه میده و برای توقف چرخشش باید یک رانشگر در جهت مخالف روشن بشه تا اون حرکتی که شروع شده رو متوقف کنه یک روش دیگه هم برای تغییر جهت وجود داره که توی بعضی از موشک‌ها و توی خیلی از فضاپیماها و کاوشگرهای فضایی استفاده میشه و اون هم استفاده از چرخهای ژیروسکوپیه یعنی یک سری چرخهایی هستن که با سرعت خیلی زیادی می‌چرخن و وقتی که این چرخها رو تغییر زاویه میدید یه نیروی به اون بدنه موشک وارد میکنن و باعث چرخش کل موشک میشن تو این دوتا ویدیو در که جینز وب و هابل چجوری از این روش استفاده میکنن برای کنترل هدایت خودشون صحبت کردم. یه راه دیگه که برای هدایت موشک وجود داره و فقط داخل جو زمین جواب میده، استفاده از تغییر زاویه اون بالاهایی که روی موشک کار گذاشته شده. وقتی این باله های کوچیک یا بالک هایی که روی موشک هستن دقیقا در راستای محور موشک باشن خب کمک میکنه که صرفا موشک بتونه در خط مستقیم حرکت کنه و جلوی انحراف های کوچیکش رو میگیره اگه بالاها متحرک باشن با تغییر زاویه باعث میشه که اون هوایی که داره به اون باله برخورد میکنه یک نیروی رو توی اون نقطه به اون موشک وارد بکنه و باعث چرخش و تغییر جهت موشک بشه این بالک ها میتونن هم در قسمت جلوی موشک هم انتهای موشک هم وسط موشک کار گذاشته بشن چون تغییر جهت با کمک این بالک ها وابسته به اینه که هوای بیرون بیاد به اونها برخورد بکنه و به موشک نیرو وارد بکنه برای همین این بالک ها توی جایی که هوا نباشه یعنی خارج از جو زمین هیچ کارایی ندارن و هیچ تأثیری توی حرکت موشک ندارن خب حالا که فهمیدیم یک موشک چجوری میتونه تغییر جهت بده بیایم ببینیم اصلا چجوری میفهمه کجاست و کجا باید بره که بعد حالا با این روشهایی که گفتم اون تغییر جهت لازم رو بده و مسیرش رو ادامه بده ساده ترین راه برای پیش بینی محل فرود موشک اینه که بیایم اون شرایط اولیه پرتاب موشک یعنی سرعت موشک و زاویه پرتابش رو داشته باشیم و بعد با کمک قوانین فیزیک بیایم حساب بکنیم که با این سرعت اولیه و زاویه چه مسیر رو طی خواهد کرد و کجا فرود خواهد اومد البته این روش برای سلاحایی که با یه سرعت اولیه پرتاب میشن و بعد دیگه در حین حرکت یک نیروی رانش ندارن و یک پرتابه به حساب میان. مثال ساده از محاسبات این حرکت پرتابی رو قبلا بچه ها توی دبیرستان توی بحث فیزیک مکانیک میخوندن ولی الان حذف شده و کسایی که توی رشته مربوطه باشن توی دانشگاه رو میخونن. این روش یه روش غیر فعال به حساب میاد یعنی در طول حرکت قابلیت اصلاح مسیر وجود نداره و کوچکترین خطایی توی اندازگیری اون ویژگی های اولیه و محاسبات باعث میشه که اون موشک به هدف نرسه توی این بازی های کامپیوتری ساده که بر مبنای حرکت پرتابی است میشه دید که با یه تغییر جزئی توی اون زاویه یا سرعت اولیه پرتاب اون مقصد نهایی که اون جسم پرتابه بهش میرسه چقدر تغییر میکنه یکی از اولین تکنولوژی هایی که برای تعیین موقعیت موشک ابدا شد استفاده از راداره یعنی یک آنتن رادیویی میاد با ارسال امواج رادیویی و بعد دریافت باستا اونها از بدنه موشک محل دقیق و ارتفاع موشک رو تعیین میکنه و بعد دستورات لازم برای تعیین ادامه مسیر رو با کمک امواج رادیویی به موشک میده توی این روش باید یه ارتباط مستقیم بین رادار و مرکز کنترل موشک وجود داشته باشه که این کار برای موشک‌های با برد کوتاه ممکنه ولی وقتی برد زیاد بشه دیگه نمیشه با رادار موشک رو ردیابی کرد مگر اینکه یعنی کل مسیر حرکت موشک رو با رادارهای زمینی پوشش بدیم یا یک هواپیمایی که اون موشک رو شلیک کرده دنبالش بره یا یعنی اینکه از طریق ماهواره اون موشک رو ردیابی کنیم این روش یه روش نیمه فعال به حساب میاد یعنی با اینکه میشه در طول حرکت موشک مسیر اون رو اصلاح کرد ولی در صورتی که ارتباط با موشک قطع بشه حالا یا به دلایل موانع طبیعی یا به دلیل پارازیت و جنگ الکترونیک و اینها اون موقع دیگه کنترل موشک غیر ممکن میشه سامانه های هدایت راداری فعالم داریم که اون راداری که میخواد موقعیت رو تشخیص بده روی خود موشک کار گذاشته میشه و با ارسال امواج و دریافت باستا اونها میتونه فاصله خودش رو تا زمین یا موانع و اهداف احتمالی تشخیص بده که اون موقع باید یک کامپیوتری هم روی اون موشک کار گذاشته بشه تا بتونه محاسبات رو روی خود موشک انجام بده و تصمیمات لازم رو بگیره رادار یه نقشه سبادی از زمین زیر موشک تهیه میکنه اون رو با نقشه از پیش مشخص شده تو حافظه مقایسه میکنه و از طریق اون هدف خودش رو پیدا میکنه و به صورت نقطه زنی به هدف میخوره این روش برای موشک های کاربرد داره که فاصله خیلی زیادی از زمین نمیگیرن یا به هدفشون نزدیکن و مثلا برای موشک که در لایه‌های بالایی جو حرکت می‌کنن یا موشک که وارد فضا میشن دیگه خب مانعی وجود نداره که با کمک رادار بشه فاصله موشک تا اون رو سنجید و هم موقعیت یابی کرد مگر در لحظاتی که مثلا یک فضاپیما میخواد به یک ایستگاه فضایی نزدیک بشه و بهش متصل بشه که در اون صورت میتونه این رادار کاربرد داشته باش. یکی از محدودیت های رادار برای تشخیص یک جسم اینه که ممکنه اون جسمی که این امواج داره به سمتش حرکت میکنه از یه ماده پوشیده شده باشه که اون امواج رو جذب میکنه و اونها رو باستاب نمیده یا حتی ممکنه زاویه اون قطعات اون جسم یه طوری باشه که وقتی امواج بهش میخوره طوری باستاب میکنه که هیچ مقدارش به سمت رادار بر نمیگرده که در اون صورت رادار فکر میکنه که هیچ چیزی اونجا نیست یعنی وقتی شما امواج رو بفرستی و باستابی نداشته باشی به نظر میاد که هیچ مانع و هیچ جسمی در جلوی رادار وجود نداره این در واقع سیستمیه که موشکا و هواپیماهای ضد رادار استفاده میکنن برای اینکه توسط رادار شناسایی نشن که توی ویدیو دیگه مفصل یه روش دیگه که برای موقعیت سنجی به هدایت همه وسایل نقلیه من جمله موشک استفاده میشه سامانه هدایت اینرسی یا اینرشیاله برای توضیح طرز کار این روش بریم به هزار سال قبل و روشی که دریا نوردان برای تعیین موقعیت کشتیهاشون استفاده میکردن کلا در زمان قدیم تعیین جهتهای جغرافیایی و تعیین عرض جغرافیایی روی زمین با کمک ستارهها و خورشید و قطب نما کار راحتی بوده ولی تعیین طول جغرافیایی کار راحتی نبوده برای همین یک روش تعیین مسیر در دریا این بوده که از ابتدای حرکت جهت و سرعت کشتی رو همواره ثبت میکردن و بعد محاسبه میکردن که کشتی با حرکت با این سرعت و در این جهت الان باید کجا باشه برای مثال یک کشتی با کمک قطبنما یا ستاره قطبی مشخص میکنه که فقط رو به شرق حرکت کنه حالا بعد از مدتی هر جایی رو این خط میتونه باشه با اندازه گیری دقیقه سرعت و ثبت مدت زمانی که در حرکت بوده و با ضرب سرعت در زمان مقدار جابجایی که انجام داده به دست میاد بنابراین میتونه مشخص کنه که مثلا در آخر روز به اینجا رسیده ولی خطاهای احتمالی زیادی در اندازه‌گیری سرعت و جهت و اینها وجود داره و حتی تاثیر عواملی مثل جریان آب و باد و اینها ممکنه اون رو به جای غیر از محلی که محاسبه کرده برده باشه این خطاها در صورت طولانی تر بودن مسیر و تغییر جهت دادن های کشتی روی هم جمع میشه و باعث اختلاف بیشتر بین مکان محاسبه شده با مکان واقعی میشه خب این روش این بود که وابسته به برقراری ارتباط با یک جای خاصی نداشت یعنی اون زمان اصلا وسایل ارتباطی نداشتن که بخوان ارتباط برقرار کنم. و روی خود کشتی همه محاسبات مربوط به تعیین موقعیت و مسیر انجام میشد حالا نوع پیشرفته این روش هم با استفاده از سنسورهای حرکتی انجام میشه که روی موشک نصب میشه این سنسورها شامل شتاب سنج و ژیروسکوپ میشه و در انواع پیشرفته‌ترش شامل مغناطیس سنج یعنی همون قطب و ارتفاع سنج که در واقع فشار سنج میشه این سنسورها با کمک یک کامپیوتر کوچیک از لحظه شروع حرکت موشک شتاب و جهت حرکت موشک رو مدام اندازه‌گیری می‌کنند و از روی اون حساب میکنن که سرعت موشک باید چقدر و در چه جهتی باشه و از روی اون سرعت مکان موشک رو روی یک نقشه که از پیش تعیین شده به دست میارن این سنسورها امروز خیلی دقیقه و کوچیک شدن و همشون به همراه پردازنده های مربوطه در یک چیپ کوچیک جا میشن و تقریبا روی هر وسیله نقلیهی وجود دارد مخصوصا روی پهپادا مزیت سیستم همونطور که گفتم اینه که وابسته به هیچ ارتباطی با خارج نیست و بنابراین همه محاسبات مربوط به موقعیت سنجی و مسیریابی موشک روی خود موشک انجام میشه و بنابراین اگر با جنگ الکترونیک و پارازیت ارتباطات کامل قطع بشه باز موشک قابلیت اینو داره که بتونه هدایت بشه حتی توی موشک هایپرسونیک که به خاطر اون سرعت بالایی که دارن یک لایه پلاسما اطراف موشک رو در بر میگیره و مانع ارتباط برقرار کردنش با بیرون میشه این سامانه هدایت اینرسیه که کمک میکنه بتونه اون موشک هدایت بشه شاید تنها راه مقابله با این سامانه اینه که بتونیم قبل از پرتاب موشک بهش دستیابی پیدا کنیم و یه خرابکاری توش بکنیم یا اینکه مثلا با یک پالس الکترومغناطیسی خیلی قوی کاری کنیم که اون قطعات الکترونیک و مدارات الکترونیک روی موشک بسوزه و مانع هدایتش بشه که البته تسلیحات جدید در برابر این پالس های الکترومغناطیس هم محافظت میشن از طرف دیگه با اینکه دقت این سنسورهای حرکتی امروزه خیلی بالا رفته ولی بازم توی مسیرهای طولانی این خطاهای خیلی کوچیک روی هم جمع میشن و باعث انحراف موشک از اون مسیر از پیش تعیین شده میشه بنابراین معمولا اطلاعات این سامانه اینرسی رو با سامانه های دیگه ای ترکیب میکنن تا اون اصلاحات جزئی توش اتفاق بیفته و خیلی خطاش زیاد نشه در مورد طرز کار سنسورهای شتاب سنج و فشار سنج قبلا تو این ویدیوها صحبت کردم در مورد ژیروسکوپ هنوز ویدیوی نساختم که به زودی بر این کار بکنم ولی در همین حد بگم که وقتی که یک چرخی یک جسمی در حال چرخشه این به خاطر اون قوانین فیزیک دوست داره راستای چرخش خودش رو حفظ بکنه درست مثل اینرسی معمولی که وقتی که مثلا یه جسم سنگین داره حرکت میکنه این دوست رو به حرکت خودش ادامه بده و در برابر تغییر حرکت مقاومت میکنه توی حرکت دبرانی وقتی یه چرخی داره میچرخه این چرخشش در یک راستا ثابت میمونه مثلا اگه یک چرخ در حال چرخش باشه در صورتی که وسط یک مجموعه معلق باشه با چرخیدن محفظه اون چرخ در جهت قبلی به چرخش خودش ادامه میده و بنابراین با اندازه‌گیری زاویه بین چرخ و محفظه میشه فهمید که محفظه چقدر چرخیده و بنابراین میشه با این وسیله میزان چرخش و سرعت چرخش یک جسمی که این ژیروسکوپ روش نصب شده رو اندازه گرفت توی سنسورهای جدیدی که خیلی کوچیک طراحی میشن دیگه از چرخش یک چرخ استفاده نمیشه و ارتعاش یک قطعه خیلی کوچیک کار اون چرخ رو انجام میده یعنی وقتی یک قطعه کوچیک در حال ارتعاش باشه در برابر تغییر زاویه مقاومت میکنه و تغییر زاویه بدنی این قطعه باعث ایجاد فاصله بین اجزای اون قطعه و بدنه میشه که با روش های الکتریکی مثل اندازه‌گیری ظرفیت خازن میشه این فاصله رو اندازه گرفت و از روش میزان چرخش رو تخمین زد در نهایت هم سامانه های موقعیتیابی زمینی و ماهواره‌ای وجود دارند مثل جی که امروزه توی همه وسایل برای موقعیتیابی ازشون استفاده میشه اگه مشکلی از نظر پارازیت و جل سیگنال های جی وجود نداشته باشه که توی این ویدیو قبلا در موردش صحبت کردم این دقیق ترین و بهترین روش برای موقعیت یابی یک وسیله متحرکه توی سیستم های نظامی البته شاید این غیر قابل روش باشه چون اولا ماهواره های جی پی معمولا مربوط به یک کشوری میشن که میتونن به راحتی اونها رو غیر فعال بکنن و از طرفی جمینگ و پارازیت و اینها هم توی اونها خیلی راحته و بنابراین یا باید هر کشوری برای خودش سامانه موقعیتیابی خاص داشته باشه یا سیستم های ضد جمعی که بتونه از این سامانه استفاده کنه سامانه موقعیتیابی زمینی هم هستن که اگه بشه آنتن رو توی فضای نصب کرد با دریافت امواج از این آنتن به جای اون ماهوارهای جی پی اس میشه موقعیت یابی کرد ولی خب اینها محدود میشن به اون فضایی که مثلا یک کشور در دسترس داره برای نصب این آنتن ها و حتی محدوده مثلا بعد از مرز یک کشور میشه از اونها استفاده کرد و تو موقعیت های جنگی توی مثلا دل سرزمین دشمن معمولا نمیشه از این سیستم استفاده کرد توی موشک ها و فضاپیما هایی که به خارج از جو زمین میرن و در مسافت های طولانی بین سیاره ای سیر میکنن سامانه موقعیت با کمک ستاره ها هم به این روش ها اضافه میشه یعنی دقیقا مثل قدیما که از روی ستاره ها موقعیت خودشون رو پیدا میکردن این سامانه با تهیه تصویر از ستاره ها و سیارات و مقایسهشون با چیزی که باید از هر نقطه و زاویه دیده بشه میتونه موقعیت و زاویه خودش رو پیدا کنه البته در نزدیکی سیارات سنجش میزان گرانش وارد شده به سیاره و علاوه بر اونها تابش های الکترومغناطیس اون سیاره میتونه تا حدودی موقعیت اون فضاپیما رو نسبت به اون سیاره مشخص کنه اینها روشهایی بود که از طریق اونها موشک ها میتونن موقعیت خودشون رو دقیق پیدا بکنن حالا اینکه چطوری کنترل بشن به سمت هدف یعنی اصلا چجوری اون هدف رو پیدا بکنن خب بسته به نوع هدف و نوع موشک متفاوته مثلا توی موشک های فضایی و فضاپیماها برخورد با هدف معنی نداره یا باید در یک جای فرود بیاد یا اینکه به یک ایستگاه فضایی متصل بشه که چون این کار در شرایط عادی اتفاق میفته میشه سر فرصت براش برنامه‌ریزی کرد مثلا فضاپیماهایی که نزدیک زمین هستن مثل کپسول که به ایستگاه فضایی متصل میشن یا همین استارشیپ که چند وقت پیش توسط بازوهای برج پرتاب توی هوا گرفته شد با کمک ترکیب همه این سنسورها و قابلیتها از جی پی گرفته تا سنسورهای حرکتی و دوربین و رادار و اینها موقعیت دقیق خودشون رو میسنجن و بعد با اپراتور یا کامپیوتری که روی اون وسیله نصب شده به سمت هدف مورد نظرشون هدایت میشن برای فضاپیماهایی که در فواصل خیلی دور مثل یک سیاره یا سیارک یا قمر دیگه در حال فعالیتن و امواج الکترومغناطیس زمان زیادی را برای رد و بدل کردن اطلاعات بین زمین و فضاپیما لازم داره باید این سامانه ها به صورت برنامه ریزی شده از قبل و کاملا خودکار عمل کنند و بتونن با اطلاعات سنسورها و رادارها و دوربینها موقعیت رو شناسایی کنند و تصمیمات لحظه دقیق را برای هدایت اون فضاپیما یا کاوشگر بگیرن مثل هدایت و فرود مریخ نبردها روی مریخ که کاملا خودکار عمل میکنند چون حداقل 20 دقیقه زمان میبره برای ارسال و دریافت اطلاعات از زمین به مریخ در مورد موشک‌های نظامی و جنگی قضیه خیلی فرق می‌کنه چون اونها باید بتونن با حداکثر سرعت ممکن به یک هدفی بخورن که در اون صورت این تعیین موقعیت و هدفیابی و اینها باید با سرعت خیلی بالا انجام بشه و دستورات با سرعت خیلی بالا به موشک داده بشه برای یه سری از پهپادها و موشک هایی که سرعت خیلی بالایی ندارن میشه با کمک دوربینی که جلوی اون وسیله نصب شده و تصویر اون جلوی اون موشک رو مخابره میکنه به یک اپراتور اون اپراتور بیاد هدف رو شناسایی کنه و مثل یک بازی کامپیوتری اون موشک و پهپاد رو هدایت کنه به سمت اون هدف ولی توی سرعت‌های خیلی بالا دیگه امکان ارسال اطلاعات و کنترل هدایت خیلی وجود نداره و خیلی وقتا هم با پارازیتها و هایی که صورت می‌گیره ارتباط با اون موشک کلا قطع میشه و موشک باید خودش اون هدفش رو پیدا بکنه و خودش رو به سمت اون هدایت بکنه اگه هدف ثابت باشه که خب مختصات اون رو به موشک میدن و اون موشک با همون روشایی که گفتم موقعیت خودش رو می‌سنجه و مسیر رسیدن به اون هدف رو پیدا میکنه توی بعضی از این انواع موشک قابلیت مانو برای رد شدن از سامانه‌های پدافندی و موشک‌ها و تیرهایی که به سمتش میاد وجود داره این موشک ها با رادار و فرسنده های فروسرخ که فضای محدودی در اطراف موشک رو پوشش میدن میتونن از نزدیک شدن یک شی به خودشون مطلع بشن و با تغییر مسیر ناگهانی مانع از برخورد پرتاب پدافندی با خودشون بشن البته میتونن صرفا با مانورهای مارپیچی رندومی که توی حرکتشون میدن احتمال رهگیری شدن رو کاهش بدن چون یکی از ابزارهای رهگیری این اینه که میان در یک لحظه سرعت و زاویه اونها رو اندازه‌گیری میکنن و بعد محاسبه میکنن که این در آینده با این سرعت و زاویه در چه نقطه‌ای خواهد بود و اون موشک پدافندی رو به اون نقطه میفرستند که اگه این موشک بتونه حرکات رندوم و غیرقابل قابل پیش بینی از خودش داشته باشه اون موقع میتونه این سامانه پدافندی رو گول بزنه و مانع برخورد اون پرتابهای پدافندی به خودش بشه برای اهداف متحرک روش های دیگه برای پیدا کردن هدف و هدایت به سمتش وجود داره که یکی از قدیمی تراش استفاده از سنسورهای حرارتیه در قدیم یه سری حسگرهای مادون قرمزی جلوی موشک کار میذاشتن و یک پره چرخون هم جلوی این سنسور میچرخیده که شیارهای روشن تاریکی داشته وقتی که نور مادون قرمز اون منبع حراتی مثلا موتور یک هواپیما در جلوی موشک قرار میگرفته نورش از این پرها رد میشده و به اون سنسور می رسیده. و بعد این سنسور اطلاعات تبدیل به یک صدا می کرده. حالا وقتی که اون منبع حرارتی دقیقا در جلوی موشک باشه صدایی که ایجاد میکنه متفاوت میشه نسبت به وقتی که یک ذره از اون مرکز هدف خارج شده باشه البته توی موشک های جدید که دیگه صرفاً یک دوربین حرارتی کار میزنن که یک تصویر حرارتی از امواج مادون قرمز محیط میگیره و از روی اون میتونه منابع حرارتی رو پیدا کنه راه متداول مقابله با این سامانه ها اینه که میان از یک سری فلر استفاده میکنن یعنی یک سری موادی که خیلی سریع و با دمای خیلی بالایی میسوزن استفاده میکنن اونها رو از هواپیما پرتاب میکنن به سمت اطراف و باعث میشه که اون موشک این منابع حرارتی رو به اشتباه به عنوان اون هدف اصلی بگیره و اونها رو دنبال بکنه و اون هدف اصلی میتونه با یک مانور ناگهانی از مسیر موشک خارج بشه. یه روش دیگه هم روش رهگیری اپتیکیه که یه دوربین معمولی جلوی موشک کار میذارن که تصویر رو میگیره، اون رو پردازش تصویر میکنه و از روش میتونه اون هدف مورد نظر رو پیدا کنه و اون رو دنبال کنه توی این روش اگه اون هدف ضد رادار باشه یا مثلا حرارتی از خودش نداشته باشه باز هم ممکن از طریق پردازش تصویر پیدا بشه یکی از روش های دیگه برای اهدافی که ممکن از خودشون حرارت نداشته باشن استفاده از هدایت لیزریه یعنی از طریق یک هواپیما یا یک وسیله کمکی دیگه که توی همون محدوده وجود داره یک لیزر مادون قرمز رو به سمت اون هدف میتابونن و لیزر مادون قرمز با چشم دیده نمیشه ولی میتونه اون نقطه‌ای که بهش تابیده شده رو داغ بکنه و بعد هم موشک با همون سنسورهای حرارتی معمولی خودش اون نقطه داغ رو پیدا کنه و به سمتش حرکت کنه این روش محدودیتهای زیادی داره و اون اینه که حتما باید یک مثلا هواپیمای دیگه دید مستقیم نسبت به اون هدف داشته باشه در نهایت همین رو بگم که اکثر موشک ها از ترکیبی از همه این روش ها برای هدایت کنترل خودشون و پیدا کردن هدف استفاده میکنن که در صورت بروز خطا توی از کار افتادن یکیشون بتونن باز هم به مسیر خودشون ادامه بده. امروز هم که هوش مصنوعی به کمک این سامانه اومده که هم میتونه کمک بکنه خطای اونها به شدت کاهش بده کنه هم بهینه ترین مسیر رو برای رسیدن به هدف پیدا بکنه و علاوه بر اونها کمک بکنه که مانورهایی موشک بده که بتونه از سامانهای پدافندی عبور کنه از اون طرف هم سامانهای پدافندی هم هوش مصنوعی رو استفاده میکنن برای اینکه بهتر بتونن اون اهدافشون رو شناسایی کنن خلاصه اینکه یه رقابت شدیدی بین این تکنولوژی ها برای غلبه بر همدیگه شکل گرفته منتظر نظراتتون در مورد این ویدیو هستم و همچنین به من بگید که دوست دارید چه سامانه دیگه ای رو از نظر علمی و فیزیکی بررسی کنم خیلی ممنون که تو این ویدیو هم همراه من بودید تا ویدیو بعدی خدا